درود بر دوستان عزیز و همراهان گرامی کانال اکسنس فارسی. امیدوارم که هفته های پرسودی رو پشت سر گذاشته باشید. در مجموعه ویدیوهای اکسنس فارسی که برای شما عزیزان تهیه میکنیم میتونید در کانال این مجموعه ها رو ببینید و اونها رو با دوستانتون به اشتراک بذارید، چون این ویدیوها به صورت رایگان تهیه میشه و هدف بنده از تهیه این ویدیوها این هست که هر چند کم و اندک بتونم مطالب مفیدی رو خدمت دوستان ارائه بکنم. چه بهتر که علاوه بر این که شما استفاده میکنید، دوستانتون هم بتونن از این ویدیوها استفاده بکنن. پس لطفاً کانال ما رو به دوستانتون معرفی بکنید برای حمایت بیشتر از ما و اینکه بتونیم ویدیوهای بیشتری رو خدمت شما داشته باشیم و به اشتراک بذاریم خدمت شما. در ویدیوهای تهیه شده در کانال شما میتونید به بخش پلیلیست ها مراجعه بکنید. در بخش پلیلیست ها میتونید ویدیوها رو ببینید یا در بخش سربرگ هوم میتونید ویدیوهای تازه منتشر شده و یا ویدیوهایی که دستبندی شده هست رو هم ببینید. در بخش پلیلیست میتونید دسترسی داشته باشید به ویدیوهای نرم افزارهای فارکس، الگوهای کلاسیک، تریدهای لایو که بر اساس آموزش الگوهای کلاسیک و الگوهای کندلی گذاشته شده و همچنین سیستم های معاملاتی و خب بخش مسابقات و آموزش فارکس و از همه مهمتر وبینارهایی که در بروکر اکسنس تهیه شده و به صورت کامل در کانال اکسنس فارسی برای شما قرار داده شده. خب امروز قصد دارم برای شما اندیکاتور فوق‌العاده قدرتمندی رو معرفی بکنم که هم برای دوستانی که تازه فارکس رو شروع کردن و هم برای دوستانی که از تجربه کافی برخوردار هستند میتونه بسیار مفید باشه و از این اندیکاتور میتونید در ورود و خروج تاییدهای فوق‌العاده‌ای رو بگیرید و اشتباهات رو به حداقل برسونید و بتونید حد اکثر سود رو داشته باشید. خب این اندیکاتور نامش هست Pattern Finder Pro. همینطور که ملاحظه میکنید این خودش علاوه بر اینکه یک اندیکاتور هست میتونه یک سیستم ورودی معامله هم باشه. من صحبت رو کوتاه میکنم، توضیحات این اندیکاتور رو برای شما ارائه میکنم از روی فایل PDFش و این فایل رو در اختیار شما قرار میدم. هم این فایل رو هم فایل اندیکاتور رو در سایت goldenrebate.com در بخش دانلودها این رو قرار میدیم. دوستان همیشه سوال میکنن که از کجا میتونیم این اندیکاتورهایی که در کانال توضیح داده شده رو دانلود بکنیم. در سایت goldenrebate.com بخش دانلودها شما میتونید اندیکاتورها رو از اونجا در بخش دانلودها به نام خود اندیکاتور که توضیح داده میشه در ویدیوها دانلود بفرمایید. خب میریم سراغ توضیحات Pattern Finder Pro. همونطور که مشاهده میکنید معمولا در ابتدای هر توضیحات اندیکاتور یا سیستمی ریسک وارنینگش موجود هستش، یعنی رد کردن مسئولیت هست از استفاده این اندیکاتور یا سیستم های دیگه. مسئولیت این به عهده خود شما هستش استفاده این. پس قبل از استفاده همونطور که در ویدیوهای گذشته خدمت شما عرض کردم همه چیز رو قبلش در حساب دمو تست بفرمایید و بعد از اینکه تونستید باهاش اخت بگیرین و بهش مسلط بشین میتونید از اون در حساب های ریالتون استفاده بکنید. البته از این اندیکاتور میتونید در حساب ریال استفاده بکنید به عنوان کمکی بیشتر به سیستم خودتون. خب در بخش اول توضیحات این اندیکاتور و روش نصب اون هستش که این اندیکاتور رو در پوشه متا تریدر خودتون در بخش MQL در بخش اندیکاتورها باید این رو کپی بکنید. این اندیکاتور شامل یک اندیکاتور هست و یک تمپلیت که اون رو بعداً با هم تمامش رو انجام میدیم.
و شما میبینید که چطور باید این رو کپی کنید. دوستانی که نمیدونن اندیکاتورها چطور در متا تریدر کپی میشه، لطفاً به آموزش روش استفاده از اندیکاتورها و دانلود اندیکاتورها که در کانال قرار داده شده مراجعه بکنن. به صورت کامل توضیح داده میشه که از کجا اندیکاتورهای رایگان رو دریافت بکنن و چطور اونها رو به متا تریدر منتقل بکنن. لینکش رو هم بالای این ویدیو برای شما قرار میدم که شما هم بدونید که اون ویدیو رو دسترسی داشته باشین هرچه سریعتر. خب در بخش اندیکاتورها این رو کپی میکنید و بعد از اینکه کپی کردید میتونید متا تریدر رو ببندید و مجدد باز بکنید یا در بخش اندیکاتورهای اکسپرت ها کلیک راست بفرمایید و رفرش رو بزنید و نیاز به بستن متا تریدر نیستش. این اندیکاتور برای شما در پوشه اندیکاتورها در متا تریدر ظاهر خواهد شد. بخش تمپلیت رو هم در بخش تمپلیت ها وارد می‌فرمایید. از اونجا هم میتونید ویدئوی مربوط رو ببینید برای وارد کردن در بخش تمپلیت چه کاری میشه انجام داد. اون رو هم آدرسش رو برای شما در بالای ویدیو قرار خواهم داد. خب این سیستم همونطور که ملاحظه میکنید به صورت روبرو هست. اجازه بدید من این رو بزرگتر بکنم که شما بتونید واضح‌تر این رو مشاهده بفرمایید. برای ما این اندیکاتور یا سیستم تمام پترن‌های موجود رو اسکن میکنه و اون رو در بالای اون پترن برای ما مینویسه. دوستانی که مشکل دارن در پیدا کردن پترن‌ها میتونن از این استفاده بکنن و حتی میتونن این رو در کنار سیستم خودشون به کار ببرن برای ورود به معامله. خب روش وارد شدن به معامله چطور هست با این؟ بسیار ساده هستش. میتونید این اندیکاتور به ما سیگنال بای و سل رو صادر میکنه، به ما سیگنال بای میده. زمانی که همونطور که اینجا نوشته شده، زمانی که رنگ آبی در کندل ها ظاهر شد، ما برای ما سیگنال بای هست و ما میتونیم به معامله بای وارد بشیم. یعنی در اینجا ببینید که این پترن شکل گرفته. برای شناسایی پترن ها هم میتونید به ویدیوهای پترن های کلاسیک یا الگوهای کلاسیک یا الگوهای کندلستیک در کانال مراجعه کنید. ویدیوهای اونها هم گذاشته شده، میتونید اونها رو هم ببینید. آدرسش رو مجدد برای شما در بالای ویدیو قرار خواهم داد. بعد از اینکه این کندل های آبی شکل گرفت، شما میتونید وارد معامله بای بشید. برای معامله سل هم زمانی که کندل قرمز رنگ شکل گرفت، کندل قرمز رنگی رو به ما نشون داد که خب مشخصه پترن هستش، ما میتونیم بعد از اون وارد معامله سل بشیم. یعنی بعد از این کندل قرمز رنگ که اینجا مشاهده کردید، از اینجا وارد معامله سل میشیم باشید. خب استاپ لاس رو چطور میذاریم؟ استاپ لاس رو خدمت شما عرض شود که در برای معاملات بای در پایین ترین سوینگ قرار میدیم، سوینگ قبلی. یعنی اینجا که ما وارد معامله بای شدیم، استاپ لاس رو در پایین تر از این، چند پیپ پایین تر از اینجا قرار میدیم. یعنی در این نقطه استاپ لاس رو قرار میدیم و برای معاملات سل هم در بالاتر قرار میدیم. چیزی بدید من چون دیگه عکسی نذاشته در روی این عکس قبلی استاپ رو برای شما نشون بدم. مثلا در اینجا نشون داده شده، اینجا که هست چند پیپ بالاتر قرار میدیم که خب در این مورد به خصوص استاپ ما در این نقطه زده میشه، ولی خب ما باید به قانون احترام بذاریم، به قوانین این اندیکاتور، و میتونیم با پترن بعدی وارد معامله بشیم مجدد. خب این رو میایم ادامهش رو خدمت شما عرض میکنم. برای تیک پروفیت هم طوری که توضیح داده سازنده، میتونید از سیگنال مخالف استفاده بکنیم. یعنی اگر ما یک سیگنال بایی رو داشتیم در این نقطه، زمانی که میخوایم از معامله خارج بشیم، زمانی خارج بشیم که سیگنال سل
برای ما مجدد صادر بشه، یعنی پترنی در بالا شکل بگیره و به ما سیگنال سل بده، ما میتونیم در این نقطه خارج بشیم. از ساپورت ها و رزیستنت ها میتونیم استفاده کنیم، از حمایت ها و مقاومت ها. مثلا در معامله بای اگر ما در این نقطه مقاومتی داشتیم، زمانی که معامله ما به این نقطه رسید در اینجا از معامله خارج بشیم. این هم مورد بعدش هستش و پترن سیتینگ هستش که این نکته خیلی مهم هست. ما پترن های زیادی رو داریم در این اندیکاتور، به شما نشون خواهم داد روی چارت که شما چطور میتونید اونها رو فعال و یا غیر فعال بکنید. به همین صورت هستش. و خب ما میریم برای معامله. چند نکته هم عرض بکنم خدمت شما قبل از این. سازنده اعلام کرده که قبل از اخبار اقتصادی مهم، لطفا در زمان اخبار اقتصادی مهم که ممکنه حرکات بازار حرکات بزرگ و زیادی باشه، لطفا وارد نشین و اجازه بدین که اون خبر رد بشه و بعد از اون وارد بشین و سعی بکنید از جفت ارزهای اصلی استفاده بکنید. البته که شما میتونید در روی همه جفت ارزها استفاده بکنید، ولی خب میتونید روی جفت ارزهای اصلی تاییدهای بیشتری داشته باشید. و اینکه گفته که بیشتر از 2 یا 3 ترید باز همزمان نداشته باشید. خب ما میریم مستقیم سراغ اندیکاتور و تمپلیتمون. اندیکاتورمون شامل فایل پی دی اف است که خدمت شما خواهم داد. این فایل رو از سایت افیکس سیستم پرو ما دریافت کردیم که سایتش رو هم در فایل مشاهده میکنید. میتونید از اونجا فایل های زیادی رو بردارین، یعنی فایل های اندیکاتور و اینها هست، ولی خب برای شما من توضیح میدم، انتخاب خواهم کرد بهترین هاش رو و برای شما توضیح خواهم داد. از بخش MQL4 بخش ایندیکیتور رو به نام پترن فایندر پرو هستش، این رو ما کپی میکنیم و به متا تریدرمون مراجعه میکنیم. از بخش فایل اوپن دیتا فولدر، بعد از باز شدن پنجره اوپن دیتا فولدر در بخش MQL4 و بخش ایندیکیتورها این فایل رو پیست میکنیم. من قبلا این کار رو انجام دادم و مجدد اینجا قرار میدم. یک فایل دیگه هست به نام تمپلیت. فایل تمپلیت رو هم ما کپی میکنیم و در بخش تمپلیت ها این رو پیست میکنیم. خب به متا تریدر مراجعه میکنیم، در بخش ایندیکیتورها کلیک راست و گزینه رفرش رو انتخاب میکنیم. چارت ما رفرش میشه. من اینجا بر روی چارت طلا از بخش تمپلیت ها این رو خواهم آورد به نام پترن فایندر پرو. خب من اینجا رو ببندم که بیشتر مشخص بشه. خب اینجا این نمای اندیکاتور ما به این صورت هستش. تنظیمات اندیکاتور رو برای شما انجام بدم که وقت ویدیو هم زیاد نشه. به اندیکاتور لیست مراجعه میکنیم. در این قسمت در بخش اینپوت شما میتونید آلرت رو ترو کنید یا خاموش بکنید. میتونید این رو بر روی سیستم داشته باشید، بر روی موبایلتون داشته باشید. به نام سند پوش نوتیفیکیشن اگر ترو باشه، شما میتونید در آموزشی که در کانال قرار داده شده برای پوش نوتیفیکیشن از اون استفاده بکنید.
و آدرس اون ویدیو رو هم در بالای ویدیو برای شما قرار خواهم داد. از اینجا در قسمت بولیش ریورسال کندل پترن های بای هستش، با روشن کردن ترو در جلو هر یک از این پترن ها شما میتونید اون رو در چارتتون داشته باشید، یعنی این اندیکاتور برای شما اسکن رو انجام میده. مثلا ما میخواییم پرایسینگ لاین رو داشته باشیم، این رو ما ترو میکنیم. اباندنت بیبی باتوم رو داشته باشیم، این رو ما ترو میکنیم. و الاخر پترن هایی که ما نیاز داریم و میخواییم برای ما نشون بده، اینها رو ما همه رو ترو خواهیم کرد. ما اینجا همه رو ترو میکنیم، ما میگیم تمام این پترن ها رو مثلا برای ما نشون بده، و پترن هایی که نمیخواین میتونید اونها رو به صورت فالس قرار بدین که برای شما نشون نده. خب در قسمت مجدد قسمتی داریم به نام بولیش کانتینیویشن، یعنی الگوهایی که در ادامه روند صعودی شکل میگیره اینها رو هم برای ما نشون بده. اینها بیشتر این الگوها رو ما آموزش هاش رو در کانال قرار دادیم، دوستانی که مطلع نیستن میتونن اونها رو ملاحظه بفرمان. قسمت بیرش ریورسال هستش، پترن های فروش هست، اینها رو هم من بیشترشون رو ترو میکنم. اونهایی رو برای مثال که شما بدونید از کدوم قسمت ترو میشه، و اگر نمیخواین اونها رو میتونید به صورت فالس بذارین باقی بمونه. و همچنین پترن هایی که در ادامه روند نزولی شکل میگیره ما از اینجا این رو اوکی میکنیم، و میبینید که پترن ها رو برای ما بر روی چارت نمایش میده. میتونید اینها رو ببینید، و برای ورود هم همونطور که عرض کردم خدمت شما، مثلا در این آخرین پترن ها اگر ما میخواستیم وارد بشیم، در این قسمت کندل ما آبی شده و استاپ لاستمون رو در آخرین سوینگ قرار میدادیم، استاپ رو اینجا قرار میدادیم چند پیپ پایین تر از روی این کندل، که به نام اینجا برای ما پترن 3 وایت سولجرز رو داشته، سه تا کندل، و ما میتونستیم از این نقطه وارد ترید بای بشیم، و میبینید که بازار تا کجا پیش اومده. همینجا به ما کندل انگولف نزولی رو داده، یعنی با این کندل از اینجا هم میتونستیم وارد بشیم، در اولین مقاومت پیش رو هم میتونستیم خارج بشیم طبق اون تیپی هایی که اعلام کردن در مقاومت ها در روند مخالف و الی آخر. همچنین در کندل های دیگه و موقعیت های دیگه، این معامله رو اگر وارد می شدیم می تونستیم ببینیم، اگر ما از اینجا وارد معامله می شدیم تا اولین مقاومت تی پی یکمون 36 پیپ، و تا بعدی یعنی مقاومت بعدیمون 102 پیپ رو باهاش می تونستیم طی بکنیم و سودهای خوبی رو هم به دست بیاریم. مثلا بر روی این انگولف نزولی، اینجا برای ما استاپ ما برخورد میکرده، در این قسمت به استاپ ما برخورد میکرده و نمیتونستیم باهاش وارد ترید بشیم. خب امیدوارم که از این ویدیو استفاده کافی رو ببرید. لطفا نظراتتون رو برای من در این ویدیو و یا در گروه تلگرام به اشتراک بذارید. ممنون از شما. تا آموزش بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار نگهدارتون. موفق و پرسود باشید. خدا نگهدار.